درود، حرمت، احترام خدمت شما بینندگان و مخاطبین هزارآباد. امیدوارم هر جای دنیا که هستین خوب و سلامت باشین. امروز در خدمت شما هستیم با تحلیل برخی از مسائل مشکلات مهاجرتی در ایران، مسئله کوچه ها و همچنین انسجام هزاره ها. مهمان ویژه امروز ما جناب آقای داوود صداقت، فعال مدنی با ما هستند. آقای صداقت، بسیار به برنامه خوش آمدین. سلام علیکی با دوستان داشته باشین. بریم برای بانو برنامه. نوری و تمام دستاندرکارهای هزاره وولد و تمام بیننده های عزیز درود و سلام دارم. امیدوار هستم که عصر خوبی داشته باشید. سلامت باشین جناب آقای صداقت. شما از اوضاع مهاجرین در ایران بیشتر اطلاع دارین. این روزها شنیدم شما متاسفانه که شمار زیادی از شهروندان افغانستانی که ساکن ایران هستند و پناهجویان مورد آزار و لتکوب شهروندان ایرانی قرار می گیرند و دامنه این خشونت ها هر روز بیشتر و بیشتر می شن. هرچند این مسئله سابقه خیلی زیادتری را در ایران داشته، اما دلیل واقعیش چی بوده و چرا دولت ایران کنترلی روی این امور ندارد؟ در کل مدتی که در ایران وضعیت مهاجرین وقتی که تحلیل و بررسی داریم از اوضاع مهاجرین که در این روزها با خبر میشیم، دلایل متفاوتی وجود داره و اعتراض های متفاوتی وجود داره، اما یک مشکلی که خیلی عمیقا ایران برای مهاجرین افغانستان یا برای مردم ایران خیلی جدی هست، دولت باید جلوی ممکنه جور فردیه که یک نفر مرتکب جرم شود و میتونه دامنه از قضیه را به یک ملیت، به یک کشور، به یک مردم نسبت دادن، این خیلی برای دو ملت افغانستان و ایران شکننده است. و مدت هایی که در ایران بعضی از مهاجرین سالها اینجا زندگی کرده یا زندگی میکرده، خب یا زمینه کار نسبی که از افغانستان بهترتر بوده برایش، اینجا حداقل جانش در افغانستان محفوظ نبوده، هم اینجا احساس امنیت جانی داشته بوده و امروز اونا به عنوان افغانی بودن یا مهاجرین افغانستان یا اتباع افغانی مورد توهین، تحقیر و شکنجه روحی و روانی میشه. عامل اصلی و اساسی از این ضعف مدیریتی دولت جمهوری اسلامی ایران است و میتوند خب شرایط یا فضا را چنین چیزی که به وجود آمده کنترل بکنه و بعضی اشخاص هایی که بیشتر افغان ستیز است یا مهاجرین ستیز است، خب برای زنا میتونه تشریح کنه، جلویشان رو بگیره. ممکنه یک افغانی مرتکب یک جرم شده شد، مثلا جرم شخصی است، خب او آدم ممکنه جرم خود بکشه و مجازات خود شود در قانون جمهوری اسلامی ایران، اما ای که گوشه و بیشه از ایران با افغانیا توهین و تحقیر میشه، ای از نگاه حقوق بشری و از نگاه کرامت انسانی برای ملت و ایران دولت و دولت ایران و ملت ایران بسیار شکننده خواهد بود در آینده ها. ممنون از توضیحات شما. خب ایران یک کشور عبوری یا ترانزیت برای بیشتر مهاجرین هست، غیر از کسانی که اونجا ساکن هستند یا دانشجو هستند یا برای کار میرن. آمار مشخصی هم نداریم، به خاطر که تقریبا و تخمینا میگن بین 4 تا 5 میلیون مهاجر افغانستانی در ایران ساکن هستند. در قبال مهاجرین افغانستانی سازمان ملل متحد باید متحد باشه و بتونه تلاش هایی را انجام بده. آیا تلاشی در این زمینه صورت گرفته، مکاتبات یا مطالباتی را با داشتن دولت جمهوری اسلامی ایران، و اگر نکردن چه اقدامات ضروری ممکن هست بهبود وضعیت مهاجرین افغانستانی در ایران کمک کنه از نظر شما؟ بحث مهاجرت اگر مطرح کنیم در سر تا سر جهان، کشورهای مختلف و حوزه های مختلف، در شرایط های جنگی یا اقتصادی یا هر مسائل امنیتی داشته، کشورهای مختلف مهاجر خود داره. حتی دولت خود جمهوری اسلامی ایران یا کشور ایران، خب سر تا سر دنیا ممکنه بالای 7 میلیون مهاجر داشته باشد در سر سر دنیا، اما در هیچ سر دنیای به عنوان ایرانی اونا توهین تحقیر نشده، اونا به عنوان ایرانی اذیت و آزار نشده. اما این فرهنگ در جمهوری اسلامی ایران یا در کشور ایران، این فرهنگ به عنوان یک افغان ستیزی یا مهاجر ستیزی، این برای خود دولت ایران و برای مردم ایران در
بخش از کره زمین یا در بخش از جامعه بین الملل که عضو جامعه بین الملل است، دولت جمهوری اسلامی ایران یا کنسولی های بین المللی را که امضا کرده در قسمت حقوق بشر یا مهاجرین، اینا برای دولت ایران واقعا یک نقطه منفی هست و بله قسمت بله بخش یونیسیار من المتحد یا سازمان ملل که مکلف است از و تعهد داره به قسمت مهاجرین یا حقوق بشر، اینا تا حال یک کار چشمگیر را ما از طرف سازمان ملل متحد در امور پناهندگان افغانستان در ایران چیزی را ملاحظه نکردیم یا ندیدیم و یا نشنیدیم. اما ای که ایران به عنوان یک کشور عبوری هست که مهاجرین از اینجا در مسیر ترکیه یا اروپا یا جاهای دیگر صدها مسائل جان خود در خطر میندازه، راه های قچاق پیش میگیره، اگر یک انسانی مجبوریت نداشته باشد هیچ وقت هزینه قچاق هم پرداخت نمیکنه و جان خودم به خطر نمیندازه. خب در کل در افغانستان از 40 سال سو که زمان جنگ ها در افغانستان در گرفته تا امروز افغانستانی ها مهاجر است در سر تا سر دنیا، اما در پاکستان هست، در افغانستان هست، در 1 سال اخیر در پاکستان و ایران بیشتر برای افغانه ها دچار مشکل و بحران بوده، واقعا برای مهاجرین زجر و دردآور بوده عمل کرد های بعضی از شهروندهای پاکستان، بعضی از شهروندهای افغانستان ایران، و همچنان ای بستگی داره به مو سیاست های کلی دولت های منطقه که برای مهاجرین افغانستانی که به عنوان مهاجر در کشورشان پناه آورده زمینه کار و زمینه تامین امنیت و تامین امنیت جانی و معیشتی را برایشان فراهم بکنه. چرا؟ چون وظیفه انسانی هر انسانی هست باز، و دولت مردای مثل ایران و پاکستان اینا خب یا در سر تا سر دنیا وظیفه انسانیشان اجاب بکنه. اگر کسی پناه دهنده میشه به عنوان مهاجر از کشور خود به هر دلایلی هجرت میکنه، خب میتونه بسیار براحتی اشی پذیرایی خوبی بکنم و حقوق انسانیشان را مراعات بکنم. امروز من اتفاقا ایران مترای وانیده که میوه مفروشه یا ترکاری مفروشه، من اگر خواسته باشین من عکسش برای شما میفرستم، نوشته که برای افغانی میوه یا تربار فروشی ممنوع هست. آیا افغانستانی ها انسان نیست؟ بشر نیست؟ مسلمان نیست؟ حق انسانی ندارم؟ ای واقعا برای دولت ایران شرم‌آور است که شهروندایش چنین کار را میکنه اینا جلوش کنه. خب آدم متاسف و متاثر میشه با اینکه اینها کنوانسیون های سازمان ملل و بخش های پناهجویی را امضا زدن، ولی متاسفانه میبینیم که انواع رفتارهای تحقیرآمیز علیه مهاجرین وجود داره و حتی در خیلی از جاها دیده میشه که تهدید کردن خانه ها را باید خالی بکنن و یا حتی در متروی تهران ویدیو بسیار شنیعی بیرون آمده از آزار مهاجر. امیدواریم که این مسائل به زودی حل شود. برمیگردیم به مسئله هزاره ها در داخل افغانستان. همینطور که شما میدانید و مخاطبین میدانند، 3 سال از حضور طالبان در داخل افغانستان میمانند و هزاره ها به عنوان بزرگترین تارگت یا ثابت ترین تارگت همیشه در هر دوره مورد جنوساید بوده و همیشه مورد آزار و تحقیر و شکنجه و حتی تهدید و به کشته شدن بودند و دولت نمیخواد یا حکومت یا رژیم هایی که آمدن هیچ کدامشان نمیخواین که هزاره ها اون رشد آنچنانی رو داشته باشن، در کنارشان سایر اقوام دیگه هم به همین صورت. مسئله دیگه ای که حائز اهمیت هست مسئله کوچی ها هستن که این در دوره های مختلف در دوره جمهوریت هم وجود داشت و در دوره طالبان هم وجود داره. اینها یک برنامه ای را استارت زده بودن به عنوان ای که یک جای نشینی کوچه ها باشد که خیلی از زمین ها غصب شد و متاسفانه مشکلات فراوانی به وجود آمد، ولی در اخیر هم میبینیم که هنوز همین مشکلات وجود داره و باجگیری ها از زمین های هزارگی و زمین های غیر پشتون ها هستند. نظر شما در این رابطه چی هسته که این ریشه در کجا داره و هدف پشت از این جابجایی ها چه هست و چرا کوچه ها همیشه مسلح هستند و همیشه دولت ها، رژیم ها و حکومت ها و نظام ها حق را به کوچه ها بشتن؟ بحث مسئله جنوساید که روی هزاره ها
شکل گرفته ای از زمان بسیار تاریخی دوری از دوران عبدالرحمن که شروع شده تا امروز ادامه داره. حتی در دوران نظام دموکراسی یا جمهوری اسلامی افغانستان یا دوران دموکراسی که با حضور بیش از 30 کشور دنیا در افغانستان حضور داشت، هزاره ها او زمان هم به شکل مرموز یا به شکل غیر رسمی هدف قرار می گرفت و قتل عام می شد در مساجد، در مکاتب، در باشگاه ها یا در راه های عبور و مرور که عبور می کرد. ای بر می گرده، نه خود من شخصا به این باورم، موضوع قتل عام هزاره ها یا موضوع جنساید این ریشه به ملت بر نمی گرده، به ملت پشتونی، تاجیکی، ازبک. اینا دولت ها و سیاستمداران افغانستان و از این رویش سعی میکنه که هزاره ها را به یک شکل سرکوب بکنه و غیر مستقیم، یک روز به نام داعش، یک روز به نام طالب، یک روز به عنوان این و آن، یا به عنوان هزاره شیعه، شیعه یعنی کافر است، یا از آدرس تریبون های بعضی علما این صداها بلند میشه و مولوی ها. ما باورم این است که پشت قضیه سیاست های امو فاشیسمی یا نجات پرستی قبیله ای از تاریخ عبدالرحمن ریشه میگیره و امروز اولش هم نیست، آخرش هم نخواهد بود. بعد از این هم ما شاهد جنایت های زیادی در افغانستان خواهیم بود که هنوز هم ادامه دارد. چند روز پیش در ارزگان یک ملای یک شیخ مولوی از هزاره ها را در ارزگان خاص وقتی که میکشه و او را در مسجد تیرباران میکنه. امروز 5-6 تا از همسایه ها و اهالی از او ساحه را طالب ها بازداشت میکنه که عامل قتل از ایم. اما خانواده هاش میگه که نه، این پشتون کشته نه هزاره، ولی هزاره ها را میگره جرمی سعی میکنه جرمش هم به دوش خود هزاره ها بیندازه. این سیاست های اونمو دوران عبدالرحمن شروع تا امروز که ادامه داره، این همون سیاست عبدالرحمنی است که از آراها را چی رقم باید از خانه هایش برانه و چی رقم اینا را بکشه و اینا را چی رقم آواره و بیچاره بکنه و چی رقم مالیات های سنگینی سر از آراها وضع بکنه. تاریخ روغن شرکت دوران ظاهرشاه همه ما شما به یاد داریم، اگر کسایی به یاد ندارد حداقل تاریخ عمر مرور کرده، تاریخ ابراهیم گوسوار. امروز مالیات سنگینی که هزاره هایی که خودشان نان خوردن خود ندارند، نان شب روز خود به مشکل پیدا میکنند و نام مالیات های سنگینی سر هزاره ها وش شده. این مالیات در قندهار نیست، در خوست نیست، در پکتیا نیست، در ننگرهار نیست، در هلمند نیست، در فرا نیست، در نیمروز نیست، اما در حوزه شمال و حوزه مناطق مرکزی وجود داره. این واقعا این سیاستی است که از تاریخ عبدالرحمن از او زمان شروع شده تا هنوز ادامه داره و بعد از این هم خواهد ادامه داشت. بحث مسئله کوچه ها در زمانی که عبدالرحمن نامه نوشته می کنه در کشمیر هین که بین در افغانستان ما شما را خانه می دهیم، جای می دهیم و زمین زراعتی می دهیم، از امروز ورزگان تا امروز که وقتی بررسی میکنیم، ما در تاریخ عبدالرحمن 62 درصد هزارها یا کشته شده یا به بردگی گرفته شده یا به اسارت برده شده. امروز هم امو سیاست های عبدالرحمنی بود و امروز هم همویه. بحث کوچه ها این زمان جدید نیست. کوچه ها یک مسائل حربه هست، یک فشار روح روانی است. کوچه ها خودش مظلوم تر از هزاره هاست وقتی در بین جاهای از پشتون ها میگردیم. اینا کوچی نیست، اینا پشتون های قبایلی پاکستان هست که در نام کوچی وارد مناطق شمال میشه و سعی میکنه ترکیب جمعیتی را رقم بزنه. این سیاست های تا امارت اسلامی و طالبان هست و کوچه هایی که در مناطق مرکزی حضور پیدا میکنه با دندان مسلمه، با رمه های از گوسفند خود میه، اینا بخشش از کوچه ها، بخشش اینا طالبان هست که کوچه ها را همراهی میکنه، کوشش میکنه و
و هزاره ها مشکل ایجاد بکنن و زمین زراعتی از اینا را رمه هایشان بچرانه، و اگر صدا بلند کنه حکومت های محلی طالبان هزاره را سرکوب کنند. و ای واقعا برای هزاره ها ای یک پروسه کاملا اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هست، و سعی میکنه به یک شکلی که هزاره ها را چی رقم فشار روح روانی بده که تا زادگاه و جایگاه و مکان زندگی آبایی و اجدادی خود ترک بکنه، که فضا و بستر برای یک تبار برای همیشه فراهم شود. این یک پروسه سیاسی است. خب صدای هزاره ها شنیده نمیشه. از طرفی هم جابجایی های داخلی وجود داره، از این طرف هم تقابل هستن با کوچی ها و طالبان هم چیز رو گوش نمیده. چه راهکارهایی به نظر شما مفید خواهد بود، مخصوصا الان برای زمان بقا و اینکه حفظ زمین ها رو داشته باشند و حداقل کمتر از این مسئله آسیب ببینن، و یا دیاسپورای هزاره طوری مطرح بکنیم بهتر هستند، در خارج از کشور چقدر میتونه نقش داشته باشه در شبکه سازی با داخل هزاره ها و بتونه در این زمینه ها کمک ساز باشه؟ مهربانم. ما شخص به این باور هستم هر ملیتی، هر قومی، هر تباری تا به خود باوری سیاسی و خود باوری فیزیکی و حضوری اجتماعی خود را باورمند نباشد، در هر گوشه از دنیا هر تباری که باشد وضعیت شمیه. ما به عنوان یک هزاره، به عنوان یک هزاره افغانستان، از هزاره های تمام جهان که به عنوان هزاره در هر گوشه از کره زمین زندگی میکنه، اولین راه برای هزاره ها وحدت و همدلیشان هست، و باید یک آدرس قوی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را پایه‌گذاری بکنه. ولو در این فصل یک سال، دو سال، 10 سال هم اگر کامیاب نشدیم، موفق نشدیم، حداقل بعد از 10 سال ما میتونیم جایگاه سیاسی و اقتصادی اجتماعی خود نه تنها در افغانستان که باید در منطقه ما تثبیت بکنیم. این ضرورت مبرم و اساسی برای هزاره ها وحدتشان هست. و هزاره هایی که خارج از افغانستان زندگی میکنن و انجمن های زیاد ساخته، شوراهای زیاد ساخته، بالاخره حتی شوراها و انجمن های خود در قریه و قصبایی که در جغرافیای افغانستان زندگی میکرده با اونجا کشانده، تقسیم کرده، هزاره ها میتونه انجمن هایی که داره، نهادهایی که داره، یا شبکه های کوچکی که ایجاد کرده، اینا را زیر یک چتر آدرس کلان سیاسی یا اجتماعی ایجاد بکنه، و از رهبرای سیاسی و از قلم به دستای افغانستان هزاره ها و همچنان از فعالان اجتماعی و اقتصادی هزاره هم جدا و جدا تقاضا میکنم که اگر امروز برای هزاره ها کار انجام ندهیم فردا خیلی دیر است. ما در تاریخ عبدالرحمن زمانی که قتل عام شدیم و به برده گرفته شدیم، تا دوباره سر پای خود احیا بکنیم یا احیا شویم تا سالهای 70 و 71 بودم، حداقل 100 و چند سال زمان برد که ما تا دوباره خود پیدا بکنیم و تا دوباره بتونیم وحدت و همدلی خود ایجاد بکنیم ما 100 سال عقب بودیم. پس امروز هم اگر ما دیر بجنبیم بیم، ما 100 سال دیگه کار داریم که ما بعد از 100 سال دیگه بتونیم نفس بکشیم. اما امروز باید کمر همت ببندیم، تلاش بکنیم، به خود باوری برسیم، نه چشمدرای کشورهای منطقه باشیم، نه قدرتهای منطقه باشیم، نه چشمدرای بخشهای حقوق بشری و اینا. در صورت ما میتونیم از جان خود، مال خود، عزت خود و از کرامت انسان خود دفاع بکنیم که ما در کشور خود به عنوان یک کتلی قدرت ظهور بکنیم، یا در بیرون از کشور خود. ما اگر هزاران دانه انجمن و نهادی در اروپا و آمریکا و در آسیا داشته باشیم، من فکر میکنم هیچ تأثیری ندارد. اما ما به یک آدرس کلان اجماعی اجتماعی و سیاسی اقتصادی هزاره ها نیاز داره. این را باید پایه‌گذاری بکنه و زودتر تصمیم بگیره که او زمان کشورهای منطقه و قدرت های منطقه و فرامنطقه با هزاره ها میتونه
وارد تعامل سیاسی و اقتصادی و نظامی شود. ممنون شما. به عنوان آخرین سوال خواستیم از شما بپرسیم چرا دنیا به دنبال به رسمیت شناختن طالبان هست و اگر طالبان در افغانستان به رسمیت شناخته شود چه پیامدهای منفی میتونه برای خود افغانستان، خاورمیانه و جهان داشته باشه؟ طالبان به عنوان یک کتله عظیم قدرت سیاسی یا درنمای سیاسی بشری ظهور کرده باشد چون این چیزی وجود ندارد. طالبان از به عنوان یک قبیله کوچک از بخشهایی از افغانستان ترکیب شده و همچنان از پاکستان و از بعضی از کشورهایی که انسانهایی که در کشورهای خود دچار مشکل جانی بوده یا سیاسی بوده یا هر دلیلی بوده، طالبان را بهترین بستر برای خود پین داشته آمده، در کنار طالبان و در دامن طالبان پرورش یافته و از دامن طالبان ظهور کرده و ظهور هم خواهد کرد. داعش در افغانستان اگر امروز دغدغه‌اش است یا چند سال قبل دغدغه‌اش بود، داعش از دامن طالبان پرورده شده. داعش از عربستان نیامده، از عراق نیامده، از سوریه نیامده و از یمن نیامده، از کشورهای دیگه نیامده، از دامنه طالبا به وجود آمده. طالبانی که خیلی افراطی بوده با بعضی از روش های طالبا یا رهبران طالبا برایشان بها قائل نشده یا او امتیاز را که توقع داشته نداده، اینا از دامنای طالب جدا شده امروز به نام داعش یا داعش خراسان ظهور کرده. اونجا اونا سیاست های خود دنبال میکنه، در اصل بسترساز و بسترساز تمام مشکل آسیای میانه یا خاور میانه بحث میکنیم یا تا در جهان، بسترساز طالبان است. از زمان ظهور طالبان که از سال 72 یا 73 ظهور کرده تا امروز در افغانستان چرا بیش از 16 یا 17 شبکه های تروریستی وجود داره؟ حرکت ترکستان اونجا هست، آغوری های چین در افغانستان هست و بخش از شبکه مالک ریگی که ایرانی ها او را خود چرا فکر مکن کشته که مالک ریگی که رهبرش بود. امروز در افغانستان بیش از 5 ولایت افغانستان پایگاه های نظامی داره که در پایگاه های نظامیشان بیش از هزاران آدم مسلح است ولی با زیر بیرق طالبان هست. خب طالبان پاکستانی امروز تو میگه در افغانستان حضور نداره، از رهبرایش گرفته تا سربازانش بیش از صدها پادگان یا پایگاه نظامی داره طالبان پاکستانی در خاک افغانستان. پس عامل و بسترساز تمام شبکه‌های تروریستی بین المللی از داعش الا شبکه‌های بیرون مرزی از افغانستان و خارجی های تروریستی که در افغانستان لا نداره و همچنان القاعده، اینا بسترسازش یا مادر چنین شبکه، من شخصا خودم به این باور هستم طالبان هست. آمده بحث رسمیت شناختن طالبان، جهان میخواد با طالبان تعامل کنه. طالبانی که 3 سال است جامعه بین الملل، کشورهای مختلف و مرکزهای فرهنگی اسلامی از کشورهای مختلف، از اندونزی و مالزی شروع تا عربستان و تا ایران و پاکستان و تا کشورهای مختلف و علمای سرتاسری امت اسلامی برای طالبان پیام روان کرد، نامه روان کرد که زنها یا دختران از مکاتب و دانشگاه و از کار ممنوع نکنی، خلاف اسلامی است، یه عمل شما خلاف اسلامی است. آیا طالبان کدام مسائل را با صدای جهان اسلام لبیک گفت؟ از نگاه اسلامی بحث کنه، نه نگفت. من باورمند هستم که طالبان یک پروسه هست، یک پروژه هست که تا زمان پروژه طالبان و قدرت های جهانی یا منطقه‌ای تا زمان پروژهش در افغانستان و فراتر از افغانستان در آسیا تطبیق نشده، برای طالبان پولای مخفیانه خیلی زیادی خواهد آمد و تحت نام کمک برای ملت افغانستان پولای زیادی خواهد برای طالبان رسید و به رسمی آدم خواهد شناخته شد. من به این باورم که طالبان یک پروسه هست، یک پروژه هست. پروژه طالبان تا زمان
ختم نشده اینمی وضعیت ادامه داره و اینمی وضعیت هم خواهد ادامه پیدا کرد. جنایت طالبان و طالبان صدها مسائل، نه تنها مسائل مکاتب حقوق بشری را که در قتل و جنایت و مسئله جنوساید و شدیدن متهم است. کدام گوش شنواست، کدام کشوری، کدام مدافعین حقوق بشر استاد شده صدای خود را بلند کرده، سر دولت های خود فشار آورده یا سر جامعه بین الملل یا سازمان ملل متحد و دولت هایی که یعنی توافق یا ما مسئله حقوق بشر را تعهد کرده به سازمان ملل، خب همین کشورها را میتونه روش بحث کنه، صحبت کنه. مسئله کوتاه دور نمیریم. چند وقت قبل جلسه دوم دوحه را به یاد داریم، رهبری سازمان ملل متحد و کارگردانی سازمان ملل متحد برگزار میشد. سازمان ملل متحد این خانه مشترک تمام بشر، تمام انسان ها، تمام ادیان، تمام مذاهب، تمام حتی رنگ های مختلف، مهم نیست. سازمان ملل یعنی خانه مشترک کل بشر. وقتی که به نمایندگی از سازمان ملل متحد ما در دوحه شاهد هستیم، هیچ از فعالین زن اونجا حضور نداره، خواستای اساسی زنهای افغانستان مطرح نیست، ملیتهای اقوام افغانستان مطرح نیست، مذاهب افغانستان مطرح نیست، یک جانبه با گروهی میشنه که خود سازمان ملل متحد تحریم وضع میکنه با رهبرانش، با سرانش، و بخش حقوق بشر ملل متحد هم صریحا اعلان میکنه که طالبان در افغانستان بیش از هزاران مسائل نقض حقوق بشری انجام دادن. پس خب چرا سازمان ملل اصل گپ ای هست آقای صداقت که چرا سازمان ملل در پی این مسئله هستن که هم خودش تحریم میکنه و در بلک لیست سیاهش خیلی از سران طالب بوده، ولی امروز دست تعامل و دوستی رو داده؟ دقیقاً من میخواستم همین نقطه را خدمت شما عرض بکنم و تمام بیننده های عزیز عرض بکنم که خب بحثی گفتم که طالبا یک پروژه هست. تا زمانی که پروژه قدرت های منطقه در افغانستان یا در حوزه های همسایگی افغانستان تطبیق نشده، این دوستی و ای خیمه شب بازی ها ادامه خواهد داشت. و سازمان ملل هم اگر ما دقیق به یاد دارم، یک وقت آقای کرزی در انتخابات دوره دوم که رئیس جمهور شد در سازمان ملل متحد رفت سخنرانی کرد، وقتی که از اونجا آمد برگشت و با گزارشاتی که با سیاسیون افغانستان یا با مو همکاران و وزیران خود قصه میکرد، وقتی که ما در سازمان ملل میریم حضور پیدا میکنیم، خب کشورهای مثل افغانستان یا هم مثال افغانستان برای از اینا در لیست 100 و چندم هست که نوبت به یک سخنرانی بکنم. اینا روزها هفته ها منتظر میمانه که تا نوبتش برسه که 20 دقیقه اونجا درد کشور خود یا مردم خود در مقر سازمان ملل متحد ارائه بکنه. این حرف آقای کرزی بود، دقیقا میگفت قدرت های منطقه، کشورهایی که قدرت سیاسی و اقتصادی و نظامی داره، اونا یک ثانیه هم منتظر نمیمونه، میاد سازمان ملل اون لحظه صحبت های خود میکنه، حرف خود میزنه، مقر سازمان ملل ترک میکنه، یک روز حرف دیگر رو گوشم نم. پس طالب ها نه یک گروه سیاسی یا سیاسی هست که ما بگیم طالب ها یک گروه سیاسی هست، یک ماشین جنگی هست که در اختیار قدرت های منطقه است. به نظر شما کلن یک پروژه پایلوت هسته که در افغانستان ایجاد شده تا منافع کشورهای منطقه و جهان را در اونجا با تهدید یا تحریم یا تشویق انجام بده، درسته؟ چیزی که من متوجه بله شدم. لیکن ما اگر ما این براحتی میگم، اگر طالبا استقلالیت، طالبا ادعا میکنه که ما 20 سال مبارزه کردیم، کشور افغانستان اشغال شده بود، ما قدرت جهانی را از افغانستان به زور بیرون کردیم و صراحت رهبرایش او یا سرانش در محافل و مجالس خود این سخنرانی رو میکنه و افرادهای زیر دست خود تشویق به این کار میکنه، برایشون این
سناریو را تعریف بکنه که ما قدرت منطقه را، قدرت جهانی را از افغانستان بیرون کردیم. من اینجا وقتی که صحبت های دونا رو میشنم واقعا من بیخی خنده میگیرم. را تو میگی ما آمریکا را از افغانستان بیرون کردیم، آمریکایی ها خودشان تصمیم گرفت بوره و شما را هم آورد نظام دست نشانده خود آقای غنی را، گفت آقا جان همه چیز باید تحویل بدی به طالبان و خودت هم بری. آقای غنی واقعا مأموریت خود به شکل درستش انجام داد، قدرت افغانستان و ملت افغانستان و لبخند افغانستان و اقتصاد افغانستان کلش تسلیم یک شبکه طالبان کرد، کار قبیله گرایی خود کرد. آقای غنی کار وظیفه خود هم برای آمریکایی‌ها که تعهد کرد درست انجام داد، اما وظیفه نجات گرایی خود خوب انجام داد. بخش بزرگ معاش و آشه وزارت داخله و دفاع طالبان و همچنان مسائل استخبارات طالبان معاش میده، پولش فراهم میکنه، آمریکایا میده پولش حلال و طالبان میگه حلال است، وقت خودشون میگه ما جهاد کردیم. این واقعا مسخره نیست؟ در افغانستان هیچ وقتی به عنوان یک شهروند افغانستانی یا به عنوان یک هموطن خود خیلی ها نپذیرو، این برای هزاره هاست. هزاره ها تنها گزینه دارد، فرق نمیکنه هزاره برادرای اهل تسننش یا تشیعش است یا برادران اسماعیلش، هزاره هزاره است. بحث خود هزاره بودن مطرح. وقتی که یک پاکستانی در پاکستان در اسلام آباد چاقو میزنه که مسائلش بیشتر برمیگردد مسائل ناموسی که تا ما تحقیق کردیم، دور تا وزیرستان شمالی بدرقه میکنه و در افغانستان تمام رهبرای سیاسی پشتون حتی از طالبان تا بخشای از مختلف اعضای عمومی میگیره، این چی میگه؟ مسائل قبیله ای میگه. پس هزاره ها در هر گوشه ای از دنیا هستین، مسائل قبیله ای را مثل دیگران یاد بگیرید. شما قبیله گران نبودین، نجات گران نبودین، شما نابود شدین، شما فریاد زدین جامعه مدنی را، فریاد زدین حقوق بشر را، فریاد زدین حقوق انسانی را، فریاد زدین عدالت و برابری را، تا رهبرتان که رهبری کل آزادی خواهای افغانستان و جهان شهید مزاری بود دیرا قربانی شد. هر قدر حرفی از عدالت زدین و از عدالت محوری راه رفتین باز کشته شدین و بازم کشته میشین. تنها گزینه شما عمل بالمثل و قوی شید، قدرت سیاسی و نظامی اقتصادی تان احیا بکنین تا در افغانستان بقایتان تضمین شود. در غیر او صورت همونطور که در 62% در تاریخ عبدالرحمن نابود شدین، این بار باور کن که 82% تان آواره و بیچاره و برده گرفتی و نابود میشه. عرض ما برای پیام ما برای قوم هزاره میگم. سلامت و بخیر باشین. ممنون شما از که در این مصاحبه ما را همراهی کردیم. یک تشکر ویژه هم از مخاطبین عزیز که تا این دم با ما بود. تا برنامه دیگر، بدرود.